اوکی. آماده بشید برای 2 دقیقه مراقبه. من یک کمی صبر میکنم تا افراد بیان روی خط. یه سپاس از افراد، یه بلسینگ بفرستیم برای افرادی که اینستاگرام رو برای ما فراهم کردن. از خالق مهربان و سخاوتمند درخواست میکنیم بلسینگ عشق و آرامش و برکت بفرست به تمام افرادی که باعث شدن که این لحظه ای که ما با هم هستیم از طریق اینستاگرام برای ما فراهم بشه. براشون بلسینگ عشق و برکت میفرستیم که به طور رایگان این وسیله رو در اختیار ما گذاشتن. از تمام افرادی که مسئول اینستاگرام هستن و افراد و انرژی های دیگری که این فرصت رو برای ما به وجود آوردن که در این ساعت با هم باشیم سپاس داریم و از خالق برشون درخواست بلسینگ عشق و برکت و آرامش و سلامتی داریم. این خدمت بزرگیه. الان مخصوصا برای خود من واقعا حس سپاس برشون دارم، چون مخصوصا الان که برنامه در شبکه نیست این خیلی خیلی فرصت غنی هست که به راحتی میشه ارتباط برقرار کرد. یادتون باشه از این، چون یه تبادل انرژی لازمه برای هر چیزی که مصرف میکنید، حالا این سیستما چون رایگان در اختیار گذاشته میشه، حداقلی که ما میتونیم انجام بدیم برای یه مقدار تبادل انرژی اینه که براشون درخواست بلسینگ بکنیم، عشق و آرامش بکنیم که این فرصت رو برای ما فراهم کردن. کف پا روی زمین، 2-3 نفس عمیق، آماده بشید برای 2 دقیقه مراقبه. مراقبه شکرگزاری. من مراقبه مخصوص شکرگزاری ندارم. گفته من اینه که در طول روز در حس قدردانی باشید. ولی میتونید این مراقبه را انجام بدید. میتونید مثلا مراقبه کنید و در مراقبه ذکر بگید، ذکر سپاس. بگید که از مثلا از خالق مهربان سپاس گذارم، از فرشته سپاس گذارم، از تمام کائنات، از کره زمین سپاس گذارم، از جسمم سپاس گذارم. میتونید این کار خودتون انجام بدید. من این کار در طول روز انجام میدم که در حس قدردانی باشم، یعنی یه وقت مشخصی برش ندارم، در طول روز این کار انجام میدم. ولی شما میتونید مراقبه کنید، یه وقت مشخص برش بذارید. مرسی. اوکی. کف پا روی زمین. باز کردن قلب زمان میخواد، ولی شما میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید قبل از خواب به اون چیزی که مانع باز شدن قلب میشه درمان بده. ذکر گفتن کمک میکنه. وقتی که شما ذکر میگی که مثلا عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه یا خدای مادر در قلب منه، این ذکرها یه سری این موانع رو ذوب میکنه، درمان میده به شما. حتی میتونه یه سری از کارماها رو ذوب بکنه. این ذکر گفتن میتونه خیلی مفید باشه. اوکی. چشما بتونه ببندید، 2-3 نفس عمیق، کف پا روی زمین. دستاتون رو میتونید به حالت باز بذارید، به حالت دریافتی. تصور بکنید یه خورشید زیبا که داره به شما میدرخشه. این خورشید نورش به شما داره میتابه و از جسم شما رد میشه، مثل اینکه شما مثل یه شیشه ترانسپرنت هستید. این نور خورشید به شما داره میتابه و از شما رد میشه. قسمت اعظمی از این نور تمرکز داره در سینه که به چاکرای قلب میتابه و از به سینه میتابه، از پشت رد میشه، مثل اینکه درونتون
جامد نیست و این نور از شما رد میشه. اینو تصور کنید. این خورشید به نیت خدای مادر هست، یعنی نیت ما ارتباط با خدای مادره. این خورشید رو تصور کردیم به نیت خدای مادر. تصورتون به این خورشید باشه. شروع میکنیم به ذکر گفتن. نفسهای عمیق. من سرشار از عشقم، 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 من سرشار از عشقم. حواستون به خورشید باشه همزمان که ذکر میگید. من سرشار از عشقم، من سرشار از عشقم، من سرشار از عشقم. همزمان تو سینه‌تون تصور کنید یه توپ طلایی داره میچرخه میدرخشه. من سرشار از عشقم، 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 من سرشار از عشقم. از هزاران فرشته مقرب و از هزاران فرشته عشق و از تمام اسبهای شاخدار مهربان و زیبا که به خلق بشر عشق می‌ورزند، از تمام آنهایی که در مسیر نور هستند و به خلق بشر عشق می‌ورزند، درخواست می‌کنیم که این ذکر رو با ما بخوانید. من سرشار از عشقم، 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 من سرشار از عشقم. حالا ذکر خدای مادر در قلب منه. خدای مادر در قلب منه، 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 خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر در 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 قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر در قلب منه، خدای مادر در قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه. از خدای مادر مهربان درخواست میکنم به تمام افرادی که در این مراقبه هستن بلسینگ عشق، آرامش، سلامتی و قلبهایی باز پر از عشق بده. خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر در قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه. از تمام فرشته‌های مقرب که دارن با ما ذکر میخونن درخواست میکنم به تمام افرادی که در این مراقبه هستن بلسینگ عشق، آرامش، سلامتی و برکت و قلب‌هایی باز بده. خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه، خدای مادر قلب منه،
خدای مادر قلب منه، عشق خدای مادر قلب منو باز میکنه، 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 من عاشق قلبمم، من عاشق روحمم، 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 من عاشق قلب و روحمم، من عاشق قلب و روحمم، من عاشق قلب و روحمم، من عاشق قلبمم، من عاشق روحمم، من عاشق قلبمم، من عاشق روحمم. اوکی، نفسهای عمیق، دستاتون رو به شکل مشت در بیارید، دستاتون رو که مشت میکنید اوراتون به حالت اولیه برمیگرده، مثل علامتی که مراقبه تمام شده. این چشماتون رو باز کنید. حالا شما خودتون که مراقبه میکنید میتونید یا یکی از این ذکرها رو انتخاب کنید یا میتونید قسمت قسمت ذکرهای مختلف بگید. میتونم ذکر بگید که خدای مادر به من بخشش میده، خدای مادر به من بخشش میده، اگه احساس میکنید که میزان کارماتون زیاده و احتیاج به بخشش دارید. ارتباط، ارتباط با مردم، بعد ارتعاشتون رو بالا بیارید، مراقبه کنید تا بتونید تعادلتون رو حفظ کنید. اگه سطح ارتعاش بالا باشه انرژی دیگران روتون کمتر تاثیر میذاره. جهان با دنیای چی؟ در باره جهان چی؟ بعضی این کلمات من فکر کنم لازم دارم برای خوندن. با دنیای مردگان، جهان زنده ها با جهان مردگان توضیح بدید. مردنی وجود نداره، ما یه موجودات ابدی هستیم. اگه جملتون رو درست خونده باشم، فرق جهان زنده ها مرده ها، اونهایی که از این بُعد خارج میشن زنده تر از ما هستن که در این بُعد هستیم. روح یه موجود ابدیه، مرگی وجود نداره. تنها چیزی که وجود داره اینه که ما از یک جایی آمدیم که خانه اصلی ماست، آمدیم به این سفر موقت در این بُعد فیزیکی. ما موجود فیزیکی نیستیم، ما موجود نوری هستیم، داریم تجربه میکنیم بُعد فیزیکی رو. ما اینجا به سفر آمدیم، سفرمون که تموم بشه برمیگردیم به خانه اصلی خود. خوشحالم که راضی بودید، سپاس. شما رو دیدم که داشتید موهای منو گیس میکردید. چی؟ موهای منو گیس میکردید. ممنون از مراقبه. خواهش میکنم.
سپاس سپاس از شما. در موقع مراقبه دردی در گلوم، گلو مربوط میشه به چاکرای گلو، ظاهرا بعد روی قدرت بیانتون، قدرت بیان احساساتتون توجه بذارید. احساس گرمای شدید، بسیار عالی. خب دیدم پسر مادرم هرچی میکنم گوش نمیکردن. بعد به کارمایی که بینتون درمان بدید، به رابطتون درمان بدید. چطور ارتعاش بالا ببرید؟ مراقبه و ذکر گفتن، همین کاری که الان کردیم. فقط ما اینجا 2-3 دقیقه انجام دادیم، شما در منزل برای 20 دقیقه روزانه این کار انجام بدید. Bless you too. علت وجود خدایان در طول تاریخ، سوء تفاهم نشه، خدای مادر همون خالقه، به این معنی نیست که دوتا خدا وجود داره، سوء تفاهم نشه. خالق در یگانگی خودش بود زنون مردونه داره، همونطور که روح درون ما بود زنون مردونه داره. ما جنسیت نداریم، ما نه زنیم نه مردیم، جنسیت روح ما جنسیت نداره. بود انرژی ینگ داره، بود زنون مردونه داره، انرژی زنون مردونه داره، ولی جنسیت نداره، هر دو حضور داره. خالق هم همین حالت رو داره، در یگانگی خودش بود زنون مردونه داره. این به این معنی نیست که دو چیز متفاوت. ولی وقتی که با خدای مادر ارتباط برقرار میکنید، چون برای من بیشتر حس میکنم انرژیش رو و بهتر باش ارتباط برقرار میکنم، چون بود زنونه خالق در یگانگی خودش یه حس متفاوتی داره. ولی سوء تفاهم نشه، خالق یگان است. خب همین که میگه ازشون مهر نمیبینم، یعنی بدون توقع نیست، ازشون توقع داری. اگر توقع نداشتی نمیگفتی که چرا ازشون مهر نمیبینم. خیلی اوقات من اینو قبلا گفتم، محبت کردن در خیلی مواقع مهر طلبیه، یعنی شما اون کارو میکنی برای اینکه اونها بهت جواب بدن، همونو به تو بدن، از روی عشق نیست، از روی اینه که میخوای بهت توجه بدن، همونو به تو پس بدن. کارما هم نقش داره، این زمینه کارما هم داره. فرشته مرگ، فرشته عزرائیل یک فرشته بسیار زیبا هستند که نظارت بر امور دارن، ولی اون کسی که شما را از این بود به بود نوری میبره معلمای نوریتونن که شما را کمک میکنن که از این بود به بود نوری برید و هدایتتون میکنن. معلمای نوری خودتون این کار انجام میدن. ولی فرشته مقرب عزرائیل که بسیار زیبا و پر عشق هستند، نظارت بر این امور دارند و مرگی هم وجود نداره. این فرشته صرفا نظارت بر انتقاله، چون ما از یه جا به یه جای دیگه میریم، مرگی وجود نداره. پس اگه مرگی وجود نداره، فرشته مرگی هم وجود نداره، فقط انتقال از یک مکان به یک مکان دیگه است. اوکی. برای درمان، من درمان میدم این دفعه برای باز شدن قلب. البته صبح درمان دادم برای جسم، برای مسائل جسمی. بعضی از افراد اگر احساس میکنن که درمان رو که اگر درمان رو از کانال صبح دریافت کردن، شاید بنا به ظرفیت خودتون تصمیم بگیرید که آیا دریافت این درمان براتون مناسبه یا نه. برای بعضی از افراد که یه مقدار در دریافت انرژی واکنش‌های تجربه می‌کنن، ممکنه دو تا درمان براشون در یک روز یه مقدار در حد ظرفیت نباشه. خودتون بسنجید. اگر دریافت درمان از کانال کردید صبح به وقت من بالواقع،
یا 10 شب به وقت ایران خودتون بسنجید که آیا میخواین این درمان دوم رو داشته باشید یا نه، آیا به صلاحتون هست یا نه، به حد ظرفیتتون. کف پاتون روی زمین، ستون فقرات صاف، چشماتون رو ببندید. این درمان برای باز شدن قلب هست. Okay. یه پاکسازی انجام بدید. 3 بار بگید که از فرشته های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید، از فرشته های نگهبانم درخواست میکنم فضای منو پاکسازی کنید. 3 بار. دلیل گوی شیشه ای در کف دست، اگه منظورتونه که یه همچی چیزی میبینید، یه فرم انرژی رو دیدید. بزرگ شد حیوان ها در منزل، نگه داشتن و بزرگ کردن حیوان ها در منزل. سگ میتونه اثر مثبت داشته باشه. سگ ها در حس امنیت خیلی کمک میکنن، خیلی عشق میدن، حتی به باز شدن قلب میتونه کمک کنه. من تو مراقبه پشت گردنم مورمور شد. منظورتون مراقبه یا درمانه؟ روی پیشوانی کف دستم داغ شد اندازه 1 سکه. من یه چشم دیدم. آها، ممکنه چشم بصیرتتون بوده. فرشته جان از تکرارهای خوابم برد. یه مقدار شاید میزان انرژی براتون زیاد بوده. به حس فشاری در گردن و سینم، قلبم داغ شد به شدت. خب
خوبه، حس خوب و سنگینی در قلبم مثل تپش. اوکی خوبه یه لیوان آب بخورید، این کمک میکنه به جسمتون. سپاس فراوان، سپاس از شما. مثل تونل قلبم باز شد. فرناز جان، ما چی کار باید باشیم؟ ما چی کار باید بکنیم که به اتفاقات گذشته فکر نکنیم؟ بخشش، بخشش گذشته رها میکنه. سرم سنگین شد، عالی. صدای مهم و چرخش. با مادر بزرگم بودم توی یک باغ. سپاس. حس آرامش. دلیل کهیر زدن چیست؟ معمولا ربط داره به سیستم عصبی. به خودتون عشق بدید. من چشم رو باز کردم، فکر کردم نت قطع شد. آیا درمان رو گرفتم؟ بله، درمان دریافت شده. من یه پسر 8 ساله آتیزم دارم. نگهداریش سخته که به مرکز نگهداری بسیار کارما داره. بچه هایی که آتیزم دارن هم ریشه کارمایی داره، هم هدفشون به محیطشون آموزش بدن. برش درخواست بخشش و بلسینگ بکنید. میتونید ذکر بگید، ذکرهایی که میگید نیت کنید، چون ذکر اثر درمانی داره. نیت کنید بگید که من این ذکر رو میگم مثلا برای 20 دقیقه به نیت سلامتی و تعادلی ذهنی فرزندم. اثر درمانیش به بچه‌تون منفعت میده. من حس نمی کنم نگه درمان رو دریافت. درمان دریافت میشه، چه حس بکنید چه نکنید. امشب من قلب میبینم و یا دستم احساس گرما کردم. بسیار عالی، با تشکر فروان. من حس نداشتم. اشکال نداره، چه حس بشه چه نشه درمان دریافت میشه. سبکی و بیوزنی. پشتم سمت قلبم میلرزه و موقع درمان. ممنون که هستی. خواهش میکنم. ممنون از شما که هستی. ممنون استاد، خیر و برکت بر شما. متشکر، خیر و برکت بر شما هم و مردم ایران. احساس فشار در وسط پیشانی چشم‌ها. سپاس عاشقانه، دوست دارم. بعد پنجم رو میشه دید در خواب. بعد پنجم خیلی تفاوت بزرگی به اون صورت نداره، بستگی داره در چه لول بعد پنج هستید. تفاوت در ذهنیت و ارتعاشه. مردم آرامترن، با هم مهربانترن. اون تفاوت خیلی مثلا ماشینای پرنده ببینید اینا نیست. مثل فیلمای آینده تفاوت آنچنه. حتی حسش بعضی وقتا ممکنه موقتا به بعد پنج برید متوجه نشید. حسش لطیفه. صدای رودخانه میشنیدم. بسیار عالی. خدا انشالله به خواستهاتون سرعت ببخشه. مرسی، همینطور به خواستهای شما. یکی از انگشتای پام درد گرفت. لطفا در مورد نهایی شدن موضوعی در ضمیر ناخودآگاه صحبت کنید. در مورد نهادی یعنی فکر کنم منظورتون یعنی چیزی که نشست میکنه در ناخودآگاه. باورها. اوپس، دوباره 29 دقیقه شد. اوکی خب من دیگه حالا یه سگمنت دیگه هم اضافه میکنم، برمیگردم.